درود بر همیهنان ارجمند، شادم که در هنگامی دیگر همراه با دوست ارجمند شهرام آریان در خدمتون هستیم. نشست هفتم از دلایل شکست ایران از سپاه اسلام در 1400 سال پیش رو میریم آغاز بکنیم. شش نشست پیشین ما، چهار نشست نخستش بیشتر پرداخته شد به بررسی نظرات، آرا و تفسیرهای دیگران از دلایل شکست ایرانیان از مسلمانان. نشست پنجم پرداختیم به شرایطی که در انگلیسی بهش توتال وار میگن، شرایطی که تمام امکانات یک حکومت، یک سرزمین در اختیار جنگ قرار میگیره، نیروی انسانیش و امکانات دیگر اگه داشته باشه، و به این اشاره کردیم و توضیح بیشتری دادیم که مسلمان ها با شرایط توتال وار، یعنی همه امکانات در اختیار جنگ، به سوی مرزهای ایران و روم آمدند. تقریبا همه نیروی انسانی به اضافه آنچه که از لوجستیک براشون امکان گردآوریش بود، از اسب و از دیگر امکانات در اختیارشون بود، در حالی که کشورهایی که مورد حمله قرار گرفتن، به طور مشخص ایران شهر خودمون، حالا روم هم تقریبا همین حالت رو داشت، بخش بسیار بزرگی از جمعیت به کارهای عادیشون مشغول بودن، کشاورزی، معدنداری، پیشه‌وری و بخش خدمات، و یک بخش کوچکی که سپاهی بودن، ارتشی بودن، در جنگ شرکت کردن. و بعد هنگامی که برخی از شهرها محاصره شدن، طبیعتا مردم شهرها وارد نبرد و کارزار با مهاجمان و متجاوزان شدند، ولی امکانات کشور مطلقا در خدمت جنگ نبود و معمولا تو این مواقع اون سپاهیان حرفه‌ای، ارتشیان حرفه‌ای به جنگ می‌پرداختند. و این خودش تفاوت بزرگی است بین حمله اسلام به ایران یا حمله مغول به ایران یا حمله، فرض کنید، قبایل هون به رهبری آتیلا به امپراتوری روم، با یک جنگ کلاسیکی که مثلا فرض کنید بین آلمان و روسیه رخ میده، یا مثلا بین انگلستان و فرانسه در زمان ناپلئون. امروز به نشست هفتم رسیدیم و میکوشیم که حالا وارد دوره‌هایی بشیم که زد و خوردها و سلسله جنگ‌های ایرانیان و مسلمانان رو در سه مرحله بپردازیم بهش، هم به چند و چونش و هم به دلایل فرجام اون جنگ ها. من در حقیقت افسار سخن رو به شهرام میسپارم. شهرام جان، میتوانیم از به اصطلاح پایان بخش پیشین امروز آغاز کنیم و خواهش میکنم جستار رو پی بگیریم. ما درود به بینندگان گرامی. من کوشش کنم که اول تصویر رو نشون بدم. من الان نگهش بیارم. بله، شهرام میخواد شیر اسکرین کنه و اسلاید با ما در میون. بله، الان معتقد تصویر دیده بشه. تو این تصویر در حقیقت به اون مطالبی که بار پیش پرداختیم که وضعیت جهان چگونه بود، تقسیم بندی میون دوتا امپراتوری و بعد به جنگ جهانی که میون ایران در زمان خسرو پرویز و روم پرداختیم و به چگونه خزینه های هر دوتا امپراتوری بسیار 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 فرسوده شد و واپسین نبردهایی که در این جنگ جهانی انجام شد دو سه چهار سالی بیشتر فاصله نداشت تا با آغاز دستاندازی مسلمونا، یعنی به هیچ وجه زمان نبود برای اینکه گنجایش های توهی شده دوباره پر بشه. یه حدود 15 سال دیگه زمان میخواست که درست تو همون شکاف میونی حمله مسلمونا رخ داد. برای اونا در حقیقت میشه گفت بسیار بسیار به هنگام، برای ایرانیا بسیار نابهنگام، افزون بر فاکتورهای دیگه، فاکتورهای کلی مثل مسئله توتال وار، جنگ توتال که اونها انجام میدادن، تمام قبیله و همه انسانها و همه اینا در
خدمت اون حمله مال ایران یه درصدی کمتر از 2-3% جامعه به کار نظامی میپرداخت و این مطالب گفته شد. و این مطلب که شاهی که بر کشور ایران در اون زمان فرمان میراند، یزدگردی که بر کار نهاده شده بود، هم خودش آدم اهل جنگ یا جنگگرایی نبود و بیشتر آدم آرام و فرهنگی بود و به وسیله این حالتش هم نمیتونست جنگجوهای در شمارشون کاهش یافته و فرسوده ایران رو بعد از اون جنگ‌های دراز با روم به وجد بیاره و انرژی پدافندی اینا رو 1-5 یا 1-10 بکنه. اونه که شاهان جنگجو یا شاهنشاهان جنگجو در روزگار ساسانی پیش نشو داشتن. این فاکتورها همه دست به دست هم داده بود که حمله اسلام آغاز شد. حمله اسلام به ایران رو میشه به 3 بخش، 3 فاز، 3 بره بخش بندی کرد. یکی از دستاندازی ها به مرز ها گرفته تا خود نبرد قادسیه که در حقیقت میشه گفت قله همه این دستاندازی ها بود و پدافند جدی دستگاه مرکزی، از قادسیه تا نهاوند به عنوان بخش دوم که دستگاه مرکزی داشت دوباره تواناییاشو جمع میکرد واسه اینکه یک ضربه مهلک به مهاجمین بزنه. و پس از شکست نهاوند بعدن دیگه تک تک استانداری ها که به تنهایی بدون کمک دستگاه مرکزی مجبور بودن جلوی مهاجمین بیستن. ما امروز یه نگاهی میندازیم به بخش نخستین این جنگ که حمله مسلمونا رو در نظر میگیره. در اون فاز اول دور و بر سال 633 میلادی، 3 سال قبل از جنگ قادسیه و اندک سالی پس از نبردهای مهلک نهایی میون ایرانی ها و رومی ها، در این روزگار اسلام شبه جزیره عربستان رو زیر فرمان آورده و با قتل عام‌های بسیار گسترده توی جنبش یا قیام رده یک چیرگی بسیار سترگ و همراه کننده میون قبایل عرب پدید آورد. یعنی دقیقا اونا رو جلوی این دوراهی گذاشته که یا با ما میاید و ما با هم دیگه این کار غارت قبیلگیمون رو در سطح جهانی انجام میدیم، یا همینی که هستید در حقیقت از دم تیغ میگذرونیمتون. این دوراهی عجب و غریب که از یک طرف هم با خوی و زیست عرب ها سازگاری داشت که کار غارت شغلی براشون یه مطلب جا افتاده بود، اینا رو آخر سر پذیرا کرد که اوکی، خب پس دل به دریا بزنیم، از دینای گذشتمون ببریم، همه به اسلام بپیوندیم و بعد بریم این کار نیاکانیمونو یا کار کلاسیکمون رو که غارت در سطح قبیله‌ای باشه در سطح جهانی انجام بدیم. نگرانی بیشتر قبایل این بود که خب اگه ما بخوایم بریم این غارت ها رو در سطح جهانی انجام بدیم و بعد شکست بخوریم چی؟ خب این که اون موقع به قتل عام تمام قوممون و اینا فجایعی تو چرا خواهد شد؟ داستان‌های مثلا روزگار شاپور زولکتاف و اینا هم هنوز زنده بود میونه عرب ها و درست هم نمیدونستن که آیا از پس واقعا این دوتا امپراتوری میشه برآمد یا نه. ولی خب از اون طرف هم شمشیر قاضی ها یا مجاهدین مسلم بود که هر روز به این بازماندگان اهل رده حمله میکردن، یه قتل عام این ور یه قتل عام اون ور، و بالاخره این قبیله ها گفتن که بهتره که دست کم بریم یه ریسک بکنیم دیگه، اگه شد شد دیگه، اونقدر که چه بهتر. و اینا به هم پیوستن، یه انگیزه نخستین پدود اومد و از مدینه فرمان اومد که خب حالا آغاز کنیم، اگه میتونید برید دم مرزها رو پاکسازی کنید، شهرهای اون منطقه روستاهای این وره در حقیقت رودخانه رو فرات رو به سوی بیابان رو هم از بخش ایران زیر فرمان بیارید و هم اون بخش‌های مجاور یا همسایه با بیابان از سوریه رو زیر فرمان بیارید، ببینیم حالا این فاز اولی اگه کامیاب رفت جلو بعد فراتر بریم. حالا ما بخش سوریه رو میذارم فعلا کنار که با رومی ها چه شد. در سال 633 خالد ابن ولید فرمان گرفت که این کار در این ور رودخانه در مسیر به سوی بیابان ها
غرب جنوب فرات انجام بده و ببینه آیا میتونه این ایالت عرب نشین هیره رو که اونجا از امپراتوری ساسانی میتونه بگیره، پاکسازی کنه به اون فاز اول، که اگه بعد شد بریم اون برای رودخانه خطر بزرگتر کنیم. حمله هاش توی تاریخ های اسلامی طبری و دیگران یه بازتاب مهمی یافته، چون این پیروزی های اولیهشون بود علیه دستگاه نظامی ساسانیان و بعد دیگه با افسانه و اینا در هم تنیده و یک ساختاری به دست آورده که در حقیقت دیگه از توش خیلی دشوار فقط میشه حقیقت رو برون هنجید. در حقیقت بخش بزرگش به افسانه های افراد مؤمن یا پارسا شباهت داره که دیگه خیال بافی هایی کردن. من این فاز اول جنگ رو ولی از توش اطلاعات مهمی از اونجا که میشه استخراج کرد تو یک بعد دیگری رو الان میشکافم. اطلاع مهمی که از این فاز اول جنگ میشه استخراج کرد برای برآورد تمام رویدادهایی که اون زمان رخ داده، میزان علو و میزان دروغ در تواریخ اسلامیه. یعنی ما به وسیله کارهای باستانشناختی که شده آرکیولوژی یه درک نسبتاً دقیقی داریم از پادگان‌های مرزی ایرانی و رومی. حالا این فرات رو شما بگیری بری بالا، بعداً اون بخشی میاد که رومی‌ها و ساسانی‌ها رو در روی همدیگه ایستاده بودن و اونجا ما پادگان‌هایی داریم، پادگان‌های تیپیک رومی و ایرانی که اینا رو به بیابون رو دفاع می‌کردن که اونجا مثلا حالا اعراب بادیه نشین وقتی بیان یا روی همدیگه رو دفاع می‌کردن که رومیه نیاد ایرانیه نیاد. این پادگان ها در یک سایز های استاندارد معمولا 500 نفر تا 1500 نفر پرسونل بودن که مال ایرانی ها در حقیقت یگانی بود به نام هزارک بهش میگفتن، یعنی 1000 مرد با هم دیگه در حقیقت مثلا یه هنگ تا تیپ امروز. مال رومی ها یا یه دونه کوهورت توش استیشنت بود یا دو تا کوهورت، یعنی 500 نفر تا 1000 نفر. اونایی که تا حالا تو کارهای حفاری باستانشناسی مونده بیرون تیپیکالی این اندازه بوده، 500 یک کوهورت تا دو کوهورت، ماکسیمم 3 کوهورت. این کوهورت یگانهای 500 نفری لژن‌های رومی بودن. این وضعیت پادگان ها بود حالا تو حالتی که همه چی سر جاش بود قبل از اینکه اینا تخلیه بشه از پرسنلی که رفته بودن به اون جنگ‌های جهانی علیه هم دیگه. و بعد این اعداد رو موقع میشه سنجید با اون اعداد عجیب و غریب و واقعا لگام گسیخته و خنده‌داری که در کتب اسلامی اومده و میشه از رون اون موقع برآورد کرد بقیه داستان رو که به بقیه اون چیزی هم که میگن تا چه اندازه میشه اعتماد کرد. نیما یه نگاهی بهش میندازم. من سالها پیش که اینا رو برآورد میکردم برای خودم، میشه دوباره پست اسلاید پیشین نشون بدی؟ من به اونجا بسیار باز خواهم گشت. آره نه، فقط میخوام به خاطر همیانانی که ممکنه با انگلیسی آشنا نباشن، رو راهنما مشخص کرده که خطچین آبی در حقیقت مسیر حرکت خالد بن ولی و نیروهاشه که از جنوب شرق و شمال غرب فکر کنم رفته بعدی شب. آره نه، اجازه بده من یک لحظه اینو آماده کنم، این برای اینکه تو بزرگتر دیده بشون چیز نیاز داریم. بفرمایید. سپاس گذارم. خدچین آبی نشاندنده مسیری است که خالد ابن ولی و نیروهاش در تقریبا همراستا با رود فرات حرکت کردن از جنوب شرق به شمال غرب و همچنان که میبینید در منطقه میان رودان که در این میانه قرار گرفته، ما رود دجله داریم که به ایران نزدیکتره و رود فرات که دورتره. این مسیری بوده که خالد رفته بر اساس گزارش هایی که موجوده و در این مسیر در جایی که نشانه شمشیر هست، برخورد شمشیرها مثل وجلا و اولیس و اصلا خدمتون توی این مسیر درگیری ها انجام شده، حالا با پادگان های مرزی ایران که همچنان که شهرام گفت بیشتر به نظر میاد که دست کم پس از جنگ با روم بیشتر پاسگاه مرزی بوده تا پادگان. فعلا اینو داشته باشیم تا باز اگه نیاز شد روی نقشه سخن بیشتر خواهد بود. خواهش می‌کنم ادامه بده شما. این جدولیه که من حدود 15 سال پیش که اینا رو یه خورده دقیق‌تر نگاه می‌کردم برای خودم از بسیاری از این اطلاعات و به ویژه از این نتایج باستانشناختی و برآورد اون پادگان‌های مرزی استخراج کرده بودم. حالا اون چیزی که اون بالا نوشته شده توی خط اول نبرد زوغار،
اونو نبردی بود که یه بار ازش صحبت کردیم که نخستین بار اعراب بیابانی برخوردی داشته بودن با یه پادگان ایرانی بود در زمان خسرو پرویز و تونسته بودن از پس اون پادگان بر بیان، از پس 1000-1500 ایرانی بر اومده بودن و این بس که غیر عادی بود برای اعراب، چون حریف ایرانی هایش وقت نبودن به اون یه دولت سازمان یافته میاد دیگه، یک کلاخ چهل کلاخ و قلوب و اینها اعداد عجب و غریب توشون به عنوان افسانه و اسطوره میچرخید. در موجه داستان اومده که پیامبر اسلام وقتی شنید که اونجا عرب که اون زمان عرب مشرک بودن بر ایرانی ها که یک تاپرست بودن پیروش بودن، من یه بار گفتم که کلی میگن بلند شده بود و رقصیده بود و جشن گرفته بود که بالاخره این ایرانی ها اینجا از عربا شکست خوردن و اینها، و در حقیقت اون حالت روحیش رو هم نشون میداد که در آینده چگونه خواهد بود، یاد برای چه هدفی اصلا این اسلام رو طراحی کرده. ولی از اون داستان بگذاریم، الان با سال 633 این لشکر خالد ابن ولید به دم فرات اومده و هدفش پاکسازی این پادگان‌های مرزیه که ما اینجا نگاه می‌کنیم، یا بازماندهشون در حقیقت. نخستین نبردی که قابل توجه و ازش نام برده میشه، شاید بشه برآوردش کرد تو آوریل سال 633 انجام میشه، نبرد زنجیر بوده یا همون ذات السلاسل، که اونجا اون چیزی که من با خاکستری نوشتم برآوردهایی که تواریخ کلاسیک میدن که میگن 20,000 نفر عرب بودن، 20,000 نفر ایرانی بودن و این به پیروزی خالد فرجام میده، از این حرفا این همش پرت و پلاس. شمار اعراب رو اون زمان با بعد از پاکسازی ها و نبردهای با اهل رده و اون چیزی که گرد آورده بودن با 15,000 نفر میشه برآورد کرد. شمار ایرانیا حد اکثر با 2,000، یعنی 2,000 نفری از افراد کلاسیک، جنگجوی کلاسیک ایرانی و 4,000 نیروی اکسلری یا کمکی عرب میشه اونجا برآورد کرد تو اون منطقه، بیشتر از اون نه یک نفرم نه. و در حقیقت اینجا مسلمین با یه برتری 3-1 می جنگیدن که باز هم براشون پیروزی ارزان نبود و خالد نمیتونست مستقیم از پس همون نیروی بسیار اندکتر ایرانیا بر بیاد، هزار جور مانور و گریز و فرار و بالا و پایین و چپ و راست و اینا انجام داده بود و با نیروهای کمکی دیگری که اومده بود و دست کم گیری که از سوی ایرانیا رخ داده بود به سوی او، تونسته بود اونجا ایرانیا رو بشکنه. درسته که به یاد ندارم سالها پیش اینا رو نگاه کردم، ولی گمون کنم فرمانده ایرانی هم کسی بود به نام هرمزد، دو تا زیر فرمانده شون گویا انوشگان بودن و قباد. خود هرمزد گویا در اون جنگ کشته شده بوده، انوشگان و قباد با یه بخش از نیرو واپس نشسته بودن و رفته بودن گزارش داده بودن به مرکز که یه اتفاق عجب و غریبی افتاده، این عرب ها به این حالت سازماندهی شدن، لشکر 15,000 نفر اینا جمع کرده، همچی چیزی مطلع از عربا نهیده بودیم به اینجوری و یه خبراییه. مرکز هم به فرمانداری بعدی نظامی دستور داده که جلو اونا رو بگیره. در نبرد رودخانه این بار عربا افراد بیشتری به خودشون همراه آورده بودن، چون هر پیروزی باعث می شد که از اینجور پیروزی ها این گزارشش بپیچه و افراد لاتولوت دیگه، عربای لاتولوت دیگه از بیابون بیان و قبیله ها خوشن برسونن بپیوندن واسه یه امکان قارت، چون اول میترسیدن بعد یه پیروزی میتونست یهو این خیلی مثلا گردآورنده باشه. پادگان بعدی که باش رو در رو شدن باید نزدیکای در حقیقت همون اوبله بوده باشه، اون نبرد اولی با نزدیکای کاظمه برآورد میشه تو منطقه اوبله. اونجا پادگان رو با دوباره حداکثر 2,000 میشه فقط برآورد کرد. اینجا ولی تعداد نیروهای کمک عربی احتمالاً بیشتر بوده. حالا نکته خنده‌دار اینه که از اینجا به بعد دیگه تاریخ نویسای عربی کاملاً سرمست میشن، حالا عربی مثلا اسلامی اصلش نامی طبری خودمونه از طبرستان، مثلا میگه که ایرانی‌ها 50,000 نفر بودن. نکته خنده‌دار اینه که مال عربا رو درست برآورد میکنه، تقریبا شاید هم خودشون میدونستن چیکار دارن میکنن، ولی در حقیقت نه قلوف میکردن. یه 200 سالی هم گذشته بود که از اونها 50,000 نفر، من بگم که لشکری با 50,000 نفر ریگولار ارتش ساسانی میشد نصف جهان رو فتح کرد. یعنی تمام مثلا اون لشکری که حمله کرده بود رومی ها رو تو اون جنگ های خسرو پرویز کاملا خرد خاکشیر کرده بود، مصر رو تصرف کرده بود، اینو مثلا یه سوری 40,000 نفر بود. یا لشکری که مثلا بهرام چوبین باهاش حمله ترکان رو که یه 100-120,000 نفر بودن تمام قبیله مرداشون
نابود کرده بود با 12 تا 15 هزار نفر برآورد میشه. یعنی 12 هزار تا جنگجوی شوالیه رگولار ساسانی یک هیولایی بودن. چون 50 هزار نفر این آدم وارد بشنوه فقط از خنده رود بر میشه. همچنین شهرام جان موقعی که بهرام گور برای نبرد با ترکان به شمال شرق ایران میره، نیروهای زیر 10,000 نفر بودن. اصلا لازم نبود اونا به وسیله تجهیزات برتر، اون آموزش برتر، اینا یکی ده اونا رو حریف بودن. مطلبی که هست اینه که این اعداد واقعا خنددار که در تواریخ اسلام میمده به ما دو سه تا نمودی میده. یکی از جنونی که توی مغز یه آدم در حقیقت مؤمن مسلمون وجود داره، یعنی تا چه اندازه حقیقت براش بی ارزش میشه و این وارد قلوف‌های روحی میشه، اصلا سر از جهان اساطیر در میره و کاملا اصلا میبره اصلا چه خبره تو دنیا. البته خب این میتونه اونو خیلی به وجد بیاره، شاید هنگام حمله کمک کنه، مثلا حمله جست گریز فلان دست کم برای یه مدت کوتاهی میتونه برانگیختش کنه، ولی خب به جز این در حقیقت فقط جنونه دیگه. یعنی یارو اون تاریخ نویس داره اینجا دیگه هزیون میگه، خودش مثلا خندش نمیگیره. 50,000 نفر رشک رگولار ساسانی میتونه جهان رو به خاک یکسان کنه. مثلا 20,000 تا عرب پاپتی که تجهیزات درست نداره حریف اینا شده. مثل اینی که مثلا بگن چه میدونم مثلا 100,000 تا مثلا مکزیکی مثلا حریف یه لشکر 1,000,000 مثلا مجهز آمریکایی با ناو هاوبر اینا شدن. این چیز تو این رده بندیه. بعد از نبرد رودخانه عرب ها مسلمون ها خیلی گستاختر شدن، نیروهای کمکی فراتری باشون براشون اومد که من محتاطانه با 23,000-4,000 نفر بارورد میکنم، شاید تا 30,000 نفر هم میرفت. اینجا دیگه کم کم استانداری های جنوب ایران خود نگران شده بودن که چطور میسره که دو بار این پادگان ها شکسته شده و به فرمانداری والجه دستور دادن که اینجا سخت‌تر جلوشون بیست. براشون از مرکز یک فرمانده یه خورده کارآزموده تر فرستادن، اشتباه نکنم نامش چی بود؟ کارن بود گمان کنم. و این نیرو اکسلری هم بیشتر جمع کرد، نیرو کمکی عرب هم بیشتر جمع کرد و تو ولجه باشون طرف شد و به مسلمونا تلفات خیلی خیلی سنگینی وارد آورد. ولی ظاهراً شمار مسلمونا که از هر طرف بیابون حمله میکردن ملخوار 3-4 برابر نیروهاش بود و آخر سر خود کارن کشته شد، ولی باز هم بقیه نیروها واپس نشستن. یعنی انقدر برتری تاکتیکی به عربا داشتن که با وجود اینکه این عربها با برتری 3-4 نفری از سر تا سر بیابون از هر طرف میریختن و اینها، ولی اینا باز هم میتونستن که هدفمند عقب نشینی کنن. در حقیقت برتری تجهیزات و آموزششون نشون میده. کسایی که این وسط بس از این شکست های این پادگان ها خیلی خیلی بهشون آسیب میرسید، اعراب ساکن اون منطقه بودن. اینا اعراب مسیحی بیش از گروه نستوری و اینا بودن و اینا رو بعدن مسلمون ها به شدت قتل عام میکردن. یعنی یکی از برآوردهای خود من این بود که این اعداد عجیب و غریبی که 50,000 تا ما ایرانی رو اونجا شکستیم اینجوری پدید اومده بود که بعدن افراد اهلی رو که میرفتن تو دهاتا و قبیله ها و این برانور میکشتن، اینا بعدن تو تخیلاتشون بعدن به سربازهای مقابل تبدیل شده. اینا یعنی 40-50-60,000 تا آدم اهلی اونجا سر بریدن بعدش، مثلا همین داعشی ها. شاید مثلا 20,000 نفرم مثلا اسیر گرفتن برده این برانور مثلا شلاق زنان فروختن و بعد این خیلی از انسانهایی که یا کشتن یا اسیر گرفتن تو تخیلات هزیونوارشون به عنوان مثلا اینا رو تبدیل کردن به سرباز، اینا سرباز رو شما نابود کردیم. به عبارت غیر نظامیان یا کشتن شرم جان و این غیر نظامیان رو بعدن بعد از دو سه قرن که حالا دقیقاً نوشته آمده اینا همه رو گذاشتن جزء قربانیان نظامی ایران. دقیقاً برای بینندگان این توضیح رو میدم که همچنان که شهرام گفت اون رقمی که مثلا 2 به اضافه 7,000 یا 3 به اضافه 8,000 اون 2 یا 3 برآوردیست 2,000 یا 3,000 تا از نیروهای نظامی حرفه‌ای و کلاسیک. اون 7,000 یا 8,000 که شهرام اشاره کرد نیروهای محلی بودن که برانگیخته می شدن یا برای نبرد به استخدام در می آمدن که عمدتاً هم عرب بودن، برخی مسیحی بودن و برخی از اعرابی بودن که
احتمالا آیین‌های قدیمی عربی رو داشتن، ولی قبیلهشون در اتحاد با ایران بوده. و جالبه که چون شهرام اشاره میکنه که کشته‌ها بیشتر از عرب‌های مسیحی یا عرب‌های غیر مسلمان بود که ساکنین این روستاها و شهرک‌ها بودن، اینو اشاره کنیم که درست مرزبانی ایران اونجاست، ولی عمده منطقه منطقه عرب نشین بوده و اینها به هر حال شهروند ایران شهر به شمار می آمدن، چون در گستره ایران شهر داشتن زندگی میکردن، حتی رو نوار مرزی، ولی از نظر به صدا قومیتی مردم عربی بودن که برای دست کم سه صده نزدیک 300 سال شهروندان وفادار و عمدتاً آرام و به اصطلاح شهروندان خوب ایران شهر بودن و گرفتاری شخص به دولت ساسانی نداشتن. شهرم اینجا پی بگیر، ببخشید. پس از نبرد ولجم، نبرد اولیس اومد. ما اینه باید نقشه بزنیم میبینیم که ما بعد از مثلا نبرد زنجیر و نبرد رودخانه و اینجا ولجه و اولیس، همینجوری خالد داره این ور فرات رو میگیره میره بالا، در حقیقت داره بخش این ور عربی رو پاکسازی میکنه، آماده داره میکنه که اگه خواستن برن اون ور رودخانه با سپاه بزرگتر پشت چپشون آماده باشه. نبرد اولیس اومد، اون پادگان بعدی بود که باید بهش حمله میکردن. اینجا برای اولین دفعه یه مقدار از اون ور فرات کمک اومد. حالا یکی از ممکنه بپرسه که این امپراتوری ساسانی با این نظم و سامان قدیمش، این چطوری وقتی خبر نابودی دو تا پادگان اومده کمک اساسی نمیفرسته؟ برای اینکه در داخل خود ایران جنگ داخلی ایران سر قدرت هنوز انجام شده بوده و تازه به پایان رسیده بوده، 32 یا 33 در حقیقت 632 تازه یزگرد بر سر کار نشسته، ولی پس از این جنگ داخلی هنوز سامان درستی توی ارتباطات وفاداری و اینا و زنجیره فرماندهی مهتران رده بالا هنوز روشن نشده. نه، خود در حال چانه زدن هنوز هستن، مشغول خودشونن. در نبرد اولیس ایرانی ها تلفات خیلی سنگینی به عربا وارد میکنن، واسه اینکه براشون یه مقدار آدم اساسی تر از اونور فرات کمک. تو ولجم همین بلا سر عربا اومد که حالا بعدا تو تخیلات خودشون اینو به عنوان پیروزی بزرگ خودشون میفروشن. اون سرتیپ پاکستانی هم که گفتم اینجا که تو اون کتاب های مالی خولیاییش چیزایی نوشته بود، مثلا در مورد ولجه گفتم نوشته بود که اینجا خالد ابن ولید مثلا یه تاکتیک شبیه نمیدونم هانیبال زده بوده و مثل اون هانیبال تو نبرد کانه که اونجا البته اعداد واقعیه که 50,000 تا رومی توی تله انداخته بود با 30-35,000 نفری که داشت، اینو تو اون حمله تو اون دایره ماهوار که داستانش دراز برای کسی که تاریخ جنگ رو میشناسن، و این با این حالت مالی خولیایی اینا رو تو تخیلاتش مثلا انتقال داده بود به این چیزی که واقعا مایه خنده است. و ما میبینیم که این اواخر چیزای مالی خولیایی که اون مرد نوشته بوده تو ویکی‌پدیا حتی به اون حقیقت داره چیز میشه، گفتاورد میشه. یعنی این وضعیت شناخت تاریخی، این که اونجا واقعا چه اتفاق افتاده، در یه وضعیت فاجعه به سر میبره از نظر درجه تاریخ شناختی. حالا اینم که ما چند بار گفتیم افسوس فلان اینجوریه، کسی زحمتشو نکشیده اینا رو یه بار ادیت کنه بده بیرون. پس از نبرد اولیس اتفاقی افتاد که دیگه مرکز رو یه خورده به جوش آورد، حالا با همه درگیری ها و جنگ داخلیش، چون هیره رو که خود اون شهر هیره رو که پایتخت اون استانداری بود خالد گرفت، که البته دیگه اونجا نبردی به اون صورت در نگرفت چون قبلشون چهار تا پادگان اصلی رو شکونده بود و نبرد انبار هم در حقیقت یه جست و گریزی بود، بیشتر نبود. و اینجا دیگه در حقیقت خالد اون موقع پادگان های کوچیکتر رو که حتی به زور یه دونه هزارک داشتن رو هی پشت سر هم میشکند میرفت جلو، تا نبرد فراد دوباره اونجا یه خورده از اونور فرات کمک اومد که دوباره تلفات خیلی سنگینی به عربا وارد شد. ولی ما میبینیم که هر بار این تلفات عربا به سادگی پر کردن، به خاطر اینکه تقریبا دیگه تمام شبه جزیره و برای اولین دفعه بخشایی از سوریه و اردن عرباش به اینو پیوسته بودن. این هر بار 4-5 هزار نفر 4-5 هزار نفر اینو کشته میدادن، چون بالاخره ایرانی از اینا بهتر جنگ بلد بودن و اینا هی اینا رو به سادگی پر میکردن. ما اینجا میبینیم که پس تو این 7-8 تا نبرد اینجوری کوچیک که تک تک این پادگان های 1,000-2,000 نفری رو شکوندن، تمام جنوب فرات
پاکسازی شد تا فراد. اینجا که رسید دیگه در حقیقت تو تیزفون شروع کردن کم کم مسئله رو جدی گرفتن. اون جنگ هم تموم شده بود، تقریبا یه سالی بود موقعیت یزگرد هم تثبیت شده بود. عربا این بار به خودشون اجازه دادن از فرات رد بشن. تا قبل از اون یه خورده نگران بودن که اگه از این فرات رد بشیم چی میشه، چون اونجا دیگه با پادگانای هزار نفری و اینا سرکار نداریم، اونجا یه ممکنه لشکر رگولار جلومون بیسته، چیکارش بکنیم؟ اینا تجربه هم نداشتن توی مدل جنگا. هدف خالد بیشتر این بود که تا موقعی که داره این تک تک پادگانا رو میشکنه و دقیقاً هم میدونست که برای اینا کمک نخواهد اومد، چون عربای محلی مثل مثنى، همون مثنى ابن حارثه، اینا وضعیت داخلی ایران رو دقیق میشناختن. اینا همسایه ایران بودن، اونور آشنای عرب داشتن، تاجر، قارتگر، اینا میرفتن میومدن، هم از جنگ داخلی ایران، وضعیت تیسفون، از همه چی اینا به دقت خبر داشتن. و به خالد و به خلیفه گفته بودن که کسی به اون صورت جلوتون رو نخواهد گرفت، کمکی از مرکز نخواهد اومد، این تک تک این پادگانا برای خودشون مجبورن تنها بجنگن. رو همین حسابم هم اینا این پاکسازی ها رو کرده بودن و امیدشون هم این بود و درستم بود امیدشون که هر کدوم از این پادگانا رو که میشکنن یه 400-500 تا زره دوباره دستشون میفته، چون خودشون که نه تکنولوژی داشتن، نه شهر، نه آهنگر، نه هیچی، و آخرش ممکنه بنزی 6-7000 نفر رو دوباره بشه تجهیز کرد با همینایی که ما تا کشتیم رفتیم جلو. بنابراین هم با موج انسانی حمله میکردن و تعداد کشته های خودشون اصلا براشون مهم نبود، چون میگفتن مهم اینه که فقط شکست نباید بخوری، چون اگه شکست بخوری اون موقع جنازه های خودت میاد دشمن جمع میکنه، یه سری هم سلاح از دست میدی. ولی عرب ها که نه مدنیت داشتن نه شهر و اینا، این مسئله سلاح خیلی مهم بود، چون خودشون نمیزن تولید کنن. بنابراین این پادگان های کوچیک رو هم استفاده میکردن به عنوان اسلحه خانه، که هر بار که میشکننش میتونن یه بنز 1000 نفر 500 نفر تجهیزات غارت کنن. برای همینم اجازه نمیدادن که ببازن، اگه لازم میشد نیروی کمکی از بیابون میمد، تازه بودن تا 10000 نفر هم کشته بدن فقط واسه اینکه اون پادگانه رو بشکنن اسلحه‌اش دستش بیفته. پس از اینکه این کارا ولی انجام شده بود دیگه، بنزه کافی لشکر مجهز کرده بودن که برای اولین دفعه از فرات بگذرن. این کارو توی نوامبر سال 634 انجام دادن که با 30000 نفر برآورده من گذشتن و اونجا نه فقط با پادگان محلی برخورد کردن، بلکه این بار دیگه رستم فرخزاد که یه مقدار سامان ایجاد کرده بود توی تیزفون و بونه سپه سالارم جا افتاده بود، آدم فرستاد برای فرماندار محلی بهمن جادویه، یه 3-4-5000 نفری برایش نیروی کمکی فرستاد که با اون هزارک محلیش و نیروهای کمکی، اینم نیروهای کمکی عرب دیگه نبودن، اینا ایرانی بودن، پیاده نظامی نسبتاً واردتر، من 5-8000 برآوردشون میکردم، یعنی 5000 تا شوالیه درجه یک با 8000-9000 تا نیروی کمکی اساسی، اینا اون 30000 تا مسلمون رو در کمتر از 4 ساعت کاملا تقریبا قتل عام کردن. یعنی کشته های مسلمون رو اینجا باید تا با 20000 نفر برآورد کرد. اون مسلمون رو تاله جنگ مکانیکی نکرده بودن و آدم هم نداشتن، افسر هم نداشتن. من میگم این داستانه اکرم هستش که میگه اون مثل هانیبال میجنگه، دادم میخونه از خنده، از اشک چشش در میاد. اینا اونجا رد شدن و با این نیروهای رگولار که برخورد کرده، خب اینا همون تجهیزات کلاسیک ساسانی رو داشتن با اون زنجیرایی که میبینین اسبای تمام اسلحه و اینا میبستن و با فیلای جنگی تو فواصل ویژه و بعد کمانهای ویژه ایرانی‌ها داشتن که این بارانهای تیر مرگاور تو نقاط ویژه ایجاد میکرد، همش هم تدریس شده بودن، سیست عجب و غریبی بود و اینها هم عربا رو زیر باران تیر گرفتن، هم فیلا رو سر جای درست فرستادن جلو و بعد اون اسبای سنگین اسلحه با اون زنجیرهایی که آدم ها رو نصف میکرد اومدن و تمام عربا رو ریختن توی رودخانه که نزدیک 7-8000 تاشون احتمالاً تو رودخانه غرق شده و بقیه هم تو میدان جنگ و بقیه هزیمت با داد و بیداد و فریاد و گری و زاری 4-5000 تاشون تونستن جان سالم به در ببرن که فرار کردن. حالا جالبه که این نبرد رو که با فاصله بزرگترین نبردی بود که تا حالا میونه ایرانی ها و عربا انجام شده بود، اینو تواریخ اسلام به عنوان کوچکترینش میفروشن. شما واسه که فقط بفهمید تا چند زمانی به حرفاشون اعتماد کنی.
یعنی اون نبرد مثلا چه میدونم ولجه هست که بیچاره مثلا یه دونه مثلا یا دو تا هزارک تو اون منطقه بودن، یکی هم از اون ور فرات کمک اومده بوده و شاید هم به زور 6 هزار تا نیروی عرب کمک اونجا مثلا خیمه نشین بودن، اینو برای شما تواریخ کلاسیک با 50 هزار نفر میفروشه. ولی جنگ پل رو که عربا بیشت با حدود 30 هزار نفر، وقتی شما میخوای از فرات رد بشی، شما وقتی داری اون ور فرات میجنگی، هر بار اینا 20 هزار نفر آدم به خوشون می آوردن. حتی خیلی جاها طبری اینا از دستشون در میره، خوشون اعتراف میکنن. بعد اون موقع یعنی اون وقتی دم بیابون مال خودت اعتماد به نفس داری، میتونی همیشه فرار کنی به داخل بیابون، اونجا با 20 هزار بعد از پل که رد میشن با 5 هزار نفر میان، با 8 هزار نفر میان، غیر ممکنه. مگه دیوانه است یارو؟ اینجا هر چی داشتن و نداشتن فرستاده بودن. یعنی در حقیقت نبرد پل اولین نبرد قادسیه شون بود. در ابعاد قادسیه شاید 60% 65% قادسیه بودن در حجم و به قتل عامشون منجر شد. چنان کمرشون شکست که اینا وقتی برگشتن مدینه خود خلیفه سراسیمه شده بود، همه هم ترسشون گرفته بود که اگه الان دنبال اینا بیان که همه ما رو از دار آویزون میکنن. ولی دلیل این که اینا دنبال نشدن این بود که دوباره این مشکلات داخل تیسفون و جنگ داخلی نزدیک بود که زبانه بکشه و رستم بهمن جادویه رو مجبور بود فرا بخونه به مرکز که مشکلات خودشون حل کنن. پس از نبرد پل در نبرد بوبایب که دوباره ساسانیان جدیش نگرفتن چون مشغول کارهای داخلیشون بودن، دوباره عربا نیروی نو جمع کردن و فرستادن و تونستن اون پادگان محلی رو هم بشکنن. البته حجم این نبرد دوباره بسیار کمتر بود. پس از اون عرب به وسیله این حملات گوناگون و جمع نیروها یک چیزی شبیه یک همدستی و همبستگی قومی ملی تقریبا ایجاد کرده بودن. یعنی این اخبار این جنگ ها با این پادگان ها، ببیشه اون 8-9 پادگانی که پاکسازی کرده بودن، وقتی در عرب بیپیچید با قلوب و فرهنگ قلوبی که در میون اونها رواج داشت، این یک کلاغ چهل کلاغ میشد و یه چیزی مثل یک افتخار ملی ایجاد کرده بود که حالا عرب هم یه روحیه ویژه‌ای واسه خودشون دارن. هر کسی که قوم اونا رو میشناسه، من باشون آشنایی زیاد دارم، اینا خیلی به وجد اومده بودن، اصلا کنترل اعصابشون رو از دست داده بودن و بسیار برانگیخته شده بودن که برن و این مثلا این ماجراجویی ها رو ادامه بدن. یعنی در این زمان سال 634 آستانه 635 636 ما با یه چیزی حدود دیگه تقریبا در شبه جزیره و جنوب سوریه و اردن 120 هزار عربی که در خدمت اسلام در اومدن دیگه حساب کنیم، یعنی جنگجو. اینا بعد به وسیله این نیروهای عجب و غریب زیاد دیگه اون قتل عام میام که در نبرد پل شده بودن دیگه براشون مسئله ای نبود، چون دولت ساسانی هم که اونجا استفاده نکرد از این پیروزی. اینا کوشش کردن که در بصره یه پادگانی درست کنن بعدم واسه حمله های سیستماتیک به داخل خود ایران. حالا بریم جلو، خدا بزرگ ببینیم چی میشه در بصره. حالا در مورد ریشه شناسی واژه بصره میشه صحبت کرد که این نمیدونم ریشه آخر سامی داشته یا اون بصره بوده که میگن بسیار راه ها اونجا به هم برخورد میکردن، پیدا کردن بصره که خیابونای به هم برخورد میکرده بعد اونجا میشد به همه جا حمله کرد و اینها. وقتی اونجا پادگان زدن تو مرکز دیگه معلوم شد که این داستان یه داستان غیر عادیه. یعنی تا اون لحظه خود دولت ساسانی خیلی درست درکی از این نداشت که اینا اصلا چیان، کیان، چی میخوان، و تقریبا هیچکی هم تو مرکز در ایران نبود که اصلا بدون این اسلام چی هست. اینی که درک ایرانی ها از مال اینکه اسلام چیه تازه سر کلش پیدا شده چقدر کم بود، این مشکل ایرانی ها نبود، رومی ها هم همین مشکل داشتن. یعنی در داخل ما متونی که ساسانی ها خودشون با هم دیگه نامنگاری میکردن شوربختانه اون نمونده، از بین رفته. ما نمیدونیم در آستانه فروپاشی چی فکر میکردن در مورد این سپاه دشمن، ولی مال رومی ها رو میدونیم، مال رومی ها متونشون مونده و اونا تا مدت های مدیدی گمان میکردن که اینها یک فرقه فقط تندرو مسیحی هستن. مثلا این دست کمینو فهمیده بودن که اینا یه دیگه ابراهیمی مثل خودشون اینا، ولی اصلا دقیق نمیدونستن که این چی آخر سر چی میکنه، از جون ما چی میخواد. خود اونا هم نمیدونستن.
شهرم جالبه، تاریخ نگاران ارمنی مثل مثلا سبیوس و موسا خورنی هم وقتی به سپاه اسلام اشاره میکنن ازشون به عنوان اسماعیلی ها یاد میکنن، فرزندان اسماعیل. اصلا چیزی به نام اسلام و مسلمون تو متون ارمنی در اوایل نیومده، اینم نکته جالبی است. آفرین شان جان، دقیقا همین جوریه. حالا من تو جزئیاتش نمیرم، ما اگه لازم باشه کارم هم که اینجا نیست که تک تک این لایه های این سنت ها رو بشکافیم، مثلا چه اطلاعاتی مثلا از ارمنی ها برای ما مونده، چه اطلاعاتی در بعد منابع بیزانسی مونده، یا همین منابع عربی رو که من اینجا به مسخره میگیرم اونا رو ما تا حالا نشکافتیم. من فقط به عدداشون یه خورده اسناد میکنم، مثلا بیشترش نه، واقعا همون گزاویگوی رجزخانی ملالاوره. ولی اگه لازم میشد اون موقع توی نشست های فنی آدم اینا رو برای خودش میشکافه. ارمنی ها راست میگه، بهشون میگفتن اسماعیلی ها یا اسماعیلی ها، اصلا نمیدونن چی هست این. تا مدت زیادی گمان میکردن که این یه فرقه تندرو از مسیحیت، یه چیزایی که تو بیابونای عرب مثلا از عربای مسیحی پا گرفته و همینی هم که چون عرب آدم های تندخویی هستن دیگه مسیحیتشون هم تندخوه، یه همچین گمانی بیزانسی ها داشتن. ایرانی ها چه درکی از اینا داشتن ما نمیدونیم، چون متونشون از بین رفته با نابودی خودشون، ولی ما میدونیم که اطلاعاتشون ناقص بود و اصلا درست نمیفهمیده این چیه، این اصلا هسته سازمان دهندش چیه. ما اینو میتونیم برآورد کنیم وقتی که بعد از اینکه بعد از شکست قادسیه و وقتی که هرمزدان در خوزستان پدافند محلی رو سازماندهی میکرد، مرزبان اونجا یه موقعی پس از نبردهای سخت و اینها به چنگ مسلمان ها افتاد. وقتی که کتبسته می بردنش به مدینه، نزدیک مدینه که رسید منابع اسلامی میگن که آره از اون مسلمین خواستش که آقا من دست و پام باز کنید، من باید سروزم رو درست کنم، من دارید الان میبرید امپراتور شما رو ببینم و من باید سروزم باید درست کنم که این جای احترام ایشون رو به جا بیارم. اینها این بالاخره این امپراتوری بوده که لشکراش تونستن ما رو بشکنن. میگن یه مدتی رو خودش کار میکرد و سربازش آماده کرد که مثلا وقت دربار اونا میره مثلا ادای احترام لازمه رو به امپراتوری نبکنه. بعد وقتی که بردنش به داخل مدینه، بعد از این بعض این شهر رو دید که چه خراب آبادیه و چه شکلی اینا، یه مدتی مثلا تو بهت و اینا به سر برد که اینجا دیگه چه زباله‌دانیه، و بردنش تو یک گوشه از مسجدی و دید که اونجا یه عرب پاپتی خوابیده و یکی دو تا شلاق هم لوله کرده گذاشته زیر سرش بونه بالشت، و گفتش که خب این امپراتورتون کجاست؟ گفته این همونجاست که اون کس کرده اونجا خوابیده. و این میگن گیت شده بود چون اصلا میگفتش که آخه یه آدمایی که سیستمشون اینقدر احمقانه است، این اصلا چجوری خودشون رو سازماندهی کردن؟ چون تا اون لحظه نمیفهمید که این سیستم های نمیدونم جنگ توتال، جنگ های آشفته، این که ما الان اینجا میشکافیم با این دانش مدرنمون، اون درک نمیکرد، هنوز نفهمیده بود که چه بلایی سرشون اومده. فقط اون لحظه چیزی که برای هرمزدان روشن شد اینه که اینا رو پس باید جلوش نیستاد. من گمان میکنم از همون جا بود که عزمش راسخ شد که بعدن یکی رو پیدا کنه که عمر رو به قتل برسونه، که بعدن پیروزان رو پیدا کرد، ابولولو رو، چون خنجر اینا رو براش. الان اون داستان درازی که بعدن بهش میرسیم که در حقیقت به عنوان مثلا تیمسار در اسارت هم در حقیقت وظیفه خودش آخر انجام داد، که گمان میکرد کمکی که میتونه به همکاراش بکنه که دارن در تک تک استانداریا هنوز جلوی حمله اسلام میجنگن اون زمان، اینه که هر چه زودتر این مرد رو به قتل برسونه، که گمان میکرد مرکز این سازماندهی یعنی عمر رو. دقیقاً، و همین هم شد که بعدن پسر عمر اون رو بدون بیرون مدینه برد و قصاص پدرش رو کرد و هرمزدان رو به نامردی کشت. همه میدونستن که در حقیقت این ایرونی ها رو از درون نمیشه مسلمون کرد. اونایی که مال نسل اول بودن، خب اینا به این میدونستن که این یه هیولایی که به کشورشون حمله کرده و باید جلوش با تیغ و تیر بگیریم. ولی اون داستان هرمزدان رو ما بعدن میشکافیم. من این نمونه فقط آوردم که این تازه مال بعد از قادسیه بود. درسته. یعنی اینا زمان قادسیه هنوز اصلا نمیدونن این چیه، این کیه، اینا از کجا اصلا پا شدن اومدن، چه چیز اینا رو سازماندهی کرده، این انگیزه شدیدی که اینا به حمله دارن اصلا از کجا برآمده، این دستگاه روانشناختیشون اصلا نمیفهمیدن. اگه اینا رو میدونستن تیمسارای ساسانی،
امکان زیاد داشت که اون موقع می بردن، یعنی با روش درست جلوشون می ایستادن. شهر جان در تایید سخنانت، ما در شاهنامه هم در حقیقت سه گزارش داریم که نشون میده گرچه یه نگاه کلی نسبت به مسلمان ها وجود داره و یه دریافت درستی از چگونگی کار اینا دارن، ولی خیلی از جزئیات رو نمیدونن. یکی از این سه گزارش، البته این همش مال در آستانه قادسیه و بعد پس از قادسیه، است که رفتن مغیرت بن شعبه به عنوان نماینده سعد بن ابی وقاص از اردو سپاه اسلام به پیش رستم فرخزاده، که رفتار و کنش های این مرد رستم فرخزاد واقعا شگفت زده میکنه که با چه جماعتی طرفن. و بعدم خود نامه رستم فرخزاد به برادرش که متنش در شاهنامه به زیبایی اومده، و همچنین پس از اون نامه است که بازم در شاهنامه خیلی زیبا عنوان شده، نامه خود یزدگرد سوم به اگه اشتباه نکنم فرماندار طوس، که تا اندازه زیاد اینها نشانگر این است که گرچه به نگاه پستی و فرومایگی این مسلمان ها رو می دیدن، ولی هنوز نفهمیده بودند که در نیافته بودن دقیقا که اینها از کجا آمدن و چگونه می توانن روی ذهن افراد کار بکنن که تبدیل بکنن اونا رو به یک ماشین مرگ و یک در حقیقت موتوری برای غارت و تجاوز و چپاول. درک درستی نداشتن از دشمن خودشون، ولی دشمن اینا رو تا ته میشناخت. درست. برای اینکه اینا امپراتوری ها شناخته شده بودن و اونا بودن که به عنوان آندرداگ یا آدم از کشور بدبخ آینده هی به داخل این امپراتوری ها رفته بودن، تجسس کرده بودن، خرید و فروش کرده بودن، غارت کرده بودن مثلا مثنه، و میشناختن اینا رو تا تهشون، ولی اونا از اینا هیچ شناختی نداشتن. و خود این توی نبردهای اصلی به مسلمان ها خیلی کمک کرد. ولی قبل از اینکه ما از بنیاد گذاری بصره بگذاریم و به نبرد قادسیه برسیم، بیگمان اون موقع یه نشست واسه خودش نیاز داره، من اول بدونم که چقدر زمان مونده شاهین جان. تقریبا تمامه، به پایان رسیدیم شاهین جان. اوکی، پس من اون موقع این نبرد قادسیه رو میسپرم به نشست آینده. این قرار بود که پایان این بخش اول باشه، فاز اول. فاز دوم از قادسیه تا نهاونده و سوم پس از اون نبرد تک تک استانداری ها. ولی اون موقع ما قادسیه رو پس میسپریم به یه نشست واسه خودش، که در اون و در سنجش با یرموک و نبرد اجنادین، اون دوتا مال رومی هاست، ما خیلی از شیوه های حمله مسلمین رو اون موقع آنالیز میکنیم. بسیار بسیار خوب، شرم میگرم، لطفا از اشتراک در بیار برگرو. خیلی سپاسگزارم. فکر میکنم همین گونه سیستماتیک و از نظر زمانی با توالی زمانی جلو بریم. هممیهنانی که از شماره یک این برنامه ها تا اکنون هفت رو دیدن و برنامه های آینده رو خواهند دید، میتوانن کم و بیش به دریافت یک تصویر روشن و منطقی و غیر مغرضانه از آنچه که بر ما گذشته، از چگونگیش و از چراییش برسن. مطمئنن من و شهرام و دوستان دیگرمون که در این زمینه ها کار کردیم و میکوشیم که با شما این مسئله در میون بگذاریم، بی طرف نیستیم ولی بی غرض هستیم. طرف داریم چون که به هر حال حس داریم، چون که دلبستگی داریم، میخواییم به هممیهنانمون بگیم که چه بر ما گذشته و حقیقت قضیه چی بوده. بی غرض هستیم چون نمیخوایم با دروغ و دبنگ و گزافه‌گویی و دستکاری در حقایق به نتیجه که میخوایم برسیم. از این نظر پیشنهاد میکنم به بینندگان و شنوندگان گرامی که هم برنامه ها رو از شماره یک ببینن و هم حتما در اختیار دیگر دوستان، علاقه‌مندان، هممیهنانی که تقریبا برای همه این پرسش پیش آمده که چه شد 1400 سال پیش ما زمین خوردیم و همچنان روی زمین ماندیم و بلند نشدیم، و براشون پیش اومده، از این نظر فکر میکنم خوب باشه این گونه کمک کنید به گسترش حقیقت و به اینکه بشود پس از اینکه فهمیدیم چه بر سر ما آمده، بکوشیم که در یک نوزایی، در یک رستاخیز فرهنگی دوباره در اندیشه و منش ایرانی بشیم و ایرانی بیاندیشیم و ایرانی کار کنیم.
شهرام گرامی، خیلی سپاسگزارم. از شما همیانانم دعوت میکنم که درست پس از پایان برنامه یک کلیپی از در مورد قادسیه که دوستان خوبمون در جنبش رنسانس ایرانی آماده کردن اون رو ببینید که به هر حال به جستاری که امروز بهش پرداختیم پیوند داره. شهرام جان سپاسگزارم و بدرود. بدرود همیانان عجب.